پشمرگه در حال ساختن سنگر. اینجا در 40 کیلومتری اربیل در مسیری که به سمت کرکوک می رود. ظاهراً برای مقابله با هر گونه پیشروی احتمالی نیروهای عراقی. در نزدیکی اینجا چاه نفتی است که به گفته پیشمرگان نیروهای عراقی می‌خواهند کنترلش را به دست بگیرند. اگر از این پست بازرسی بخوان جلوتر بیان، ما به تندی باهاشون مقابله میکنیم، همونطور که صبح این کارو کردن و ما جوابشون رو دادیم و دو تا از ماشیناشون رو آتیش زدیم و اونا مجبور شدن عقب نشینی کنند. پیشمرگاها به ما گفتند که این اتومبیل متعلق به 8 شعبی بوده. ارتش اما گفت که خودرو متعلق به ارتش است، نه 8. این توپخانه های ارتش عراق که به سوی منطقه‌ای در نزدیکی سنگر نیروهای پیشمرگه می روند. این هم نیروهایی که از دیشب اینجا اتراق کردند. سربازان به ما می گویند که حالت آماده باش دارند. ما توانایی هر کاری رو داریم، اما دوست نداریم اتفاقی بیفته. خودمون رو برای بدترین شرایط آماده میکنیم. بدترین شرایط اینی که با آنها شروع به تیراندازی کنیم. تواناییشو داریم ولی نمیخوایم. برای همین کارهای لازم رو کردیم. ما فقط دستور گرفتیم بر اساس حق و قانون اساسی. دستور اینه که مناطقی که مسعود بارزانی گرفته رو دوباره بگیریم، نه بیشتر از این. از بامداد روز دوشنبه نیروهای عراقی کنترل بیشتر مناطق مورد مناقشه را به دست گرفتند. نیروهای کرد در 3 سال گذشته طی نبرد با داعش به این مناطق پیشروی کرده بودند، از جمله به شهر نفتخیز کرکوک که حالا در کنترل کامل نیروهای عراقی است. با اینکه زندگی در بیشتر شهر رفته رفته به حالت عادی برمیگردد، هنوز در محله های کرد نشین آرامش ظاهراً کاملاً برقرار نشده. شاهدان عینی می گویند درگیری هم میان نیروهای پیشمرگه و نیروهای 8 شعبی رخ داده. 20 تا مریض پذیرش کردیم. بیشترشون پیشمرگه بودن. 3-4 تاشون هم غیر نظامی. متاسفانه یکیشون مرد. درگیری نزدیک خونمون اتفاق افتاد. روی پل تو محلمون. وقتی زخمی شدم 8 شعبی اوردنم بیمارستان. روابط اقلیم کردستان عراق و بغداد از زمان همه پرسی استقلال کردستان تیره شده، اما امروز حکومت خودمختار اقلیم اعلام کرد که از دعوت حیدر عبادی نخست وزیر عراق برای گفتگو استقبال می کند. پیامی که امید را برای کاهش تنش و جلوگیری از هر گونه درگیری نظامی بین دو طرف بیشتر کرده. نفیسه کوهنورد، BBC کرکوک.